بسم الله النور. سلام به شما بینندگان عزیزی که شبکه جار و برنامه تقاطع رو برای دیدن انتخاب کردید. دیشب که من در آغاز برنامه راجع به طبیعت انسانی تر برنامه تقاطع صحبت کردم، فکر نمی کردم که امشب مدخل صحبتم رو پیوند بزنم به همون صحبت دیشب. واقعیت اینه که در شرایط خاص این روزها که در آستانه انتخابات هستیم، قرار و مدارها بسیار بسیار سخت‌تر تنظیم میشه. ما بنا داشتیم که 3 شب با 5 کارشناس در خدمت شما باشیم، اما این مقدور نبود. در همون شب اول یکی از کارشناسان عزیز بیش از 1 شب نمیتونست حضور داشته باشه، حضور ایشون رو مغتنم شمردیم و با عزیز دیگری جایگزین کردیم. اما از دیشب تا به امروز اتفاقات سریع‌تر از قدرت عکس‌العمل ما رخ داده. من دیدید یه اصراری دارم که همین اتفاقات روزمره رو ما به عنوان درس‌هایی که میتونه مربوط به موضوع برنامه‌مون باشه استفاده بکنیم. واقعیتش اینه که داشتن نقشه دوم، داشتن طرح دوم، داشتن به قول رایجش پلن بی مهمه و ما سعی کرده بودیم پلن بی هم داشته باشیم. اما به هر حال از دیشب وقتی 2 نفر از عزیزان کارشناس، در واقع از امروز به ما اطلاع دادن که تصمیم گرفتن که جای دیگری باشند و در برنامه حضور نداشته باشند، یک کمی اجرای پلن بی هم برای ما دشوار شد. با کمک دوستان و عزیزان ما موفق شدیم از جناب آقای دکتر علی سعدوندی خواهش بکنیم که تشریف بیارن و مهمان امشب ما باشن به جای آقای دکتر عبدو، اما برای آقای دکتر عزتخواه نتونستیم جایگزینی پیدا بکنیم. معمولا اینطوره که در چنین مواردی من به عنوان مجری شروع میکنم به شکوه که وای با ما بدعهدی شد و این چیزها. یه ذره بالغانه تر اما اگر بخوایم برخورد بکنیم، طبیعتا من میتونم فرض بکنم که این دو عزیز بین 2 تصمیم اخلاقی، تصمیم اخلاقی بر مبنای فضائل اخلاقی و تصمیم اخلاقی بر مبنای کارکرد، دومی رو انتخاب کردن. یعنی جایی احساس کردن کارکرد بیشتری دارن و نیومدن، چون که گفته های خودشون هم به همین گواهی میداد. میگفتن ما جای دیگری میتونیم موثرتر و مفیدتر باشیم به خاطر اینکه مناسبت خاصی پیش اومده، مثلا مناظره ای هست یا هر چیزی. دوست داشتیم چنین نمیشد، دوست داشتیم ما پیش شما بدقول نمی شدیم آن هم به واسطه تصمیم دیگران، اما چنین شد. حتی سعی کردیم با تغییر موضوع برنامه کمی اوضاع رو بهتر کنیم، اون هم نتیجه نداد. بنابراین همچنان ما برنامه امشب رو در مورد ارز و سیاست‌گذاری ارز و حاکمیت ارزی آغاز خواهیم کرد. من مقدمه آماده کرده بودم، خلاصه شو دیگه میگم خدمتتون. میدونید دیگه اولین تبادل‌های پایاپای بوده در تاریخ بشری، در حدود مثلا 3000 سال پیش از میلاد مسیح. بعد آروم آروم تبادل‌ها تبادل کالا پایه شده، یعنی یک کالایی به عنوان پایه تبادل انتخاب شده. مثلا اگر می‌خواستن تخم مرغ رو با فرض بفرمایید که میده مبادله بکنن، تخم مرغ رو می‌دادن نمک می‌گرفتن و نمک رو می‌دادن میده می‌گرفتن. نمک کارکردی داشته مثل اون کارکردی که الان پول داره. بعدن این باز یک سیر دیگری رو طی کرده به سمت فلزاتی که دوام و پایداری بیشتری داشته، رفته مس و نقره و طلا مبنای مبادله شدن. شما میبینید حدود فکر میکنم 2500 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح مشاهدات باستانشناسی داریم که نشون میده در همین تکه های فلزی تقلب صورت می گرفته، یعنی دل طلا یا نقره رو با فلز بی ارزش تری می انباشتند و خب این اولین تقلب های پولی بوده. برای همین حاکمیت ها مداخله می کنن، سکه ضرب میشه که پول رو استاندارد بکنن. پس از مدتی سال 800 میلادی اگر اشتباه نکنم در شرق و سال 1600 میلادی در غرب اسکناس رایج میشه. اسکناس شرقی به نام چاپ و اسکناس غربی هم که همین اسکناس امروزی.
در واقع دولت‌ها نقش مؤثرتری در تضمین مبادلاتی پول به عهده می‌گیرن. این ماجرا ادامه پیدا می‌کنه و همچنان طلا پشتوانه پولی است که دولت‌ها چاپ می‌کنن، دیگه سکه به اون صورت ضرب نمی‌کنن، به جاش پول کاغذی چاپ می‌کنن. تا معاهده برتون وودز، در معاهده برتون وودز آمریکا میگه طلاها رو من تضمین می‌کنم و دلارها رو با طلا، دلارهای خودم رو با طلا تضمین می‌کنم، بقیه میتونن بر اساس دلار من تضمین بکنن پولشون رو. چرا؟ چون اون زمان دیگه تأمین آنقدر طلایی که پشتوانه پول‌ها باشه برای بعضی از حاکمیت‌ها و کشورها سخت شده بود. خب 1933 هست اگه اشتباه نکنم برتون وودز، 1971 آمریکا خودش رو از طلا هم خلاص میکنه و مبنای پول رو باز هم تغییر میده. به همین دلیل هستش که شناوری تراز مبادلات پولی در جهان معنیدار میشه. یعنی زمانی که شما سکه دارید، ببینید مثلا زمانی که اسلام میاد ایران رو مثلا یا مصر رو فتح میکنه، از همون سکه های سابق استفاده میکنه، ارزش سکه جابجا نمیشه. اگر ارزش هایی بر اثر اوضاع ایام جابجا بشه، بسیار بسیار مختصر و موضعیه. اما بعد از معاهده برتون وودز و بعد از قرارداد 1971 دیگه ارزش ها خیلی خیلی تکون میخورن. یعنی وقتی حاکمیتی با تحولاتی مواجه میشه، وقتی ارزم به حضور شما اقتصادی کشوری جابجا میشه، ارزش پولش هم جابجا میشه. برای همینه که شما میبینید نه تنها ارزش تبادل ریال و دلار جابجا میشه، بلکه در سطوحی بسیار ملایم‌تر ارزش تبادل یورو و دلار هم، یا اون زمان که یورو نبود مارک و پوند و دلار هم و فرانک و اینها، همه لغزانه. این لغزان بودن به خاطر تغییر مبنای پوله. بسیار خب، اگر که اجازه بدید من بیام پای میز بعد از این رود درازی زیاد و عزیزان رو معرفی بکنم خدمت شما. جناب آقای دکتر علی سعدبندی، دکترای اقتصاد و مؤسس و دبیر کل کلینیک اقتصاد هستن که محبت کردن پذیرفتن امشب در برنامه ما حاضر باشن. جناب آقای همت قلی‌زاده، کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس سازمان برنامه بودجه و نهادهای مالی. جناب آقای دکتر مهدی موحد بکنظر، دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. آقای دکتر، من این گرایش اقتصاد اسلامی رو ذکر کردم چون تعداد زیادی پیامک برای ما اومد که اینا همه غرب زدن یه اقتصاد اسلامی بیارید، مثل اینکه متوجه نشده بودن مدرک شما رو. و جناب آقای دکتر کامران ندری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. بسیار خوب، حاکمیت ارز و آنچه که عرض کردم موضوع برنامه امشب. من دیگه رود درازی هام رو متوقف میکنم، میسپارم به شما اون صندلی خالی هم که نشان دهنده عزیز که ما در خدمتشون نیستیم. باید خب بفهمید نگید خواهش میکنم. ازده میفهمید فکرم عرف، همون عرف در واقع شبهای گذشته 5 دقیقه رو ما داریم دیگه، هر کدوم از عزیزان در واقع مدیریت زمان خودشون 5 دقیقه رو بسیار. تشکر میکنم از شما. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و میهمانان محترم این برنامه. جای جناب آقای دکتر استاد خوب ما، جناب آقای دکتر عبدالله تبریزی، جناب آقای دکتر عزتخواه و جناب آقای دکتر بخشی دستشردی خالی هست. امیدوار بودم که در این جلسه وقتی تماس گرفتن با این عزیزان هم نشین بشیم در این مبحث مهم، قصه پرغصه ارز. نکته ای که حدود 53 سال شد که متاسفانه ما برخلاف عقل و تجربه بشری، آنچه که بشر تجربه کرد و به کار گرفت، ما داریم عمل میکنیم. من بعید میدونم در تمام 85 میلیون مردم ایران کسی باشه که ادعا بکند که سیاست پولی ما و سیاست ارزی ما موفق بوده در این 53 سال. یعنی ما متاسفانه تبدیل شدیم به یک مثالی در دنیا از سیاست‌های شکست خورده اقتصادی، مفاهیمی که در تمام دنیا به یک اشتراک نظری رسیدند و در کشور ما متاسفانه هنوز بر سر بدیهیات ما داریم مبارزه می‌کنیم و داریم در واقع مباحثه می‌کنیم.
مسئله ارز اینجا از جایی مشکل به وجود آمد که ما در دهه 1340 یکی از بهترین عملکردها رو در تاریخ بشری داشتیم، یعنی در دهه 1340 علی‌رغم برخی از سیاست‌های نادرستی که حقوق مالکیت رو در کشور ما تضعیف کرد مثل انقلاب سفید، مستحضر هستید عملکرد 7-8 ساله اول دهه 40 رو اگر در نظر بگیرید، ما بالاترین نرخ رشد اقتصادی و پایین‌ترین نرخ‌های تورم در جهان رو داشتیم و اینها همزمان اتفاق افتاده و پس از اون به دلیل اینکه یک نوع در واقع ما خواستیم در واقع روند توسعه رو تسریع کنیم، یک مقداری عجله داشتیم به سمت توسعه، سیاست‌ها به نحوی تغییر کرد که تا امروز هم متأسفانه همون سیاست‌ها ادامه پیدا کرده. سازمان برنامه و بودجه‌ای که واقعا سازمان برنامه بود که در دهه 1340 به وجود آمده بود تبدیل شد به سازمان بودجه و تا امروز هم کشور عظیم ما، کشور محترم ما متاسفانه سازمان برنامه ندارد. البته یک سازمانی هست به نام سازمان برنامه بودجه ولی مطلقاً سازمان برنامه وجود ندارد. در دهه 1340 یکی از دلایل موفقیت این بوده که سازمان برنامه‌ای که آن زمان شکل گرفت با هدف سرمایه گذاری یا با سرمایه گذاری ارز حاصل از فروش نفت این سازمان بنا نهاده شد. یعنی چه؟ یعنی این که این ارز حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد نمی شد. وقتی که ما تأجیل کردیم در فرآیند توسعه از 1350 و تا امروز ادامه پیدا کرده، ما متوجه شدیم که شاید بتوانیم ارزی رو که در خارج از کشور به دست میاریم از فروش نفت یا امروز از فروش صادرات غیر نفتی، ما شاید بتوانیم این ارز رو وارد بانک مرکزی بکنیم به صورت پایه پولی، به صورت پول پرقدرت در اختیار دولت قرار بدیم. در طی 53 سال گذشته موارد متعددی به عنوان عامل تورم شناخته میشد و در برنامه اول شما رو من دیدم، برنامه دوم در روی هنوز آنلاین نشد، امیدوارم این برنامه و برنامه دیشب آنلاین بشود. ولی اتفاقی که افتاد این هست که متاسفانه این قضیه کاملا دگرگون شد. یعنی اینکه ما ارز حاصل از فروش ثروت رو به جای اینکه صرف باز سرمایه گذاری بکنیم، به جای اینکه زیرساخت‌های کشور رو توسعه بدهیم، از ارز استفاده کردیم برای تخریب بنیاد اقتصاد کشور، تخریب بنیان اقتصاد کشور. به باور بنده تنها موردی که ارز حاصل از فروش ثروت در طی 53 سال گذشته شاید تخریب نکرده، ارزی بوده که به افرادی تخصیص پیدا کرده که این افراد معمولاً به حاکمیت یا به بانک مرکزی و نظام بانکی نزدیک بودند و این ارز را از کشور خارج کردند. یعنی ما به فرار سرمایه در این کشور سوبسید دادیم و این رو به اسم حمایت از تولید انجام دادیم، این رو به اسم حمایت از محرومان و مستضعفان انجام دادیم. این مایه شرمساریه که 53 سال سیاست‌هایی به این گونه ادامه پیدا می‌کنه. فقط شما ببینید ما در دولت مهرورزی یک چیزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی داشتیم. واقعا چه کاری کردیم، چه سرمایه گذاری کردیم؟ حتی در دولت بعد که یک مقداری تا مدت زیادی هم تحت تحریم قرار گرفت، درآمد ارزی ما، حالا من رقم دقیق ندارم ولی فکر میکنم بالاتر از 400 میلیارد دلار باشه. یک وقتی من تخمینی زدم که اگر ما میخواستیم کشور ایران رو مجهز بکنیم به یک سیستم پیشرفته قطار پرسرعت که الان بهترین سیستم های دنیا هست برای حمل و نقل، چقدر ما هزینه احتیاج داشتیم. من به رقم زیر 100 میلیارد دلار در نهایت رسیدم. الان خط آهنی هست حدود 15 سال متوقف شده بین تهران و اصفهان که مسیر تهران تا اصفهان رو به زیر 2 ساعت کاهش میداد، یعنی طول زمان سفر رو. ولی متاسفانه شما میبینید که تک تک سنت دلار نفتی که ما در میاریم صرف تخریب اقتصاد میکنیم. ما این دلار رو میایم تزریق میکنیم در اقتصاد. همین امروز داره این قضیه صورت میگیره. افتخاری که بانک مرکزی ما داره، افتخاری که دولت داره، افتخاری که طرفداران دولت دارن، مگر غیر از اینه که من پول مردم رو برمیدارم و میرم در بازار تزریق میکنم به خودی ها میدهم، مگر غیر از این هست؟ هر خودی هم یک خودی دیگری در خارج از کشور داره که در نهایت این ارز به ایشون منتقل میشه. خب آیا زمان این نرسیده در سالهایی که ما سالهای آخر درآمد نفتیمون خواهد بود؟ همه میدانند که ما داریم از عصر نفت داریم گذر میکنیم. این برای ما قطعیه. حالا برخی میگویند که گذر از دنیای نفت یا عصر نفت مثلا سال 2030 خواهد بود، بعضی میگن سال 2028 خواهد بود، بعضی میگن سال 2032 خواهد بود.
ولی واقعیت این است که ما میدانیم که دیگه شرایط در واقع تقاضا برای نفت مثل گذشته نخواهد بود و ما در آینده در مضیقه درآمد ارزی قرار خواهیم گرفت. چرا در این روزهای آخر سعی نمی کنیم این درآمد ارزی رو به جای اینکه صرف عمران در کشورهای همسایه و یا کشورهای دوردست بکنیم، چرا سعی نمی کنیم این درآمد ارزی رو صرف عمران در کشور خودمون بکنیم؟ این الان درد بزرگیه که من خدمت شما عرض کنم. این مردم عزیز توجه بفرمایند، وقتی که این عزیزان ارز رو تثبیت میکنند، این تثبیت ارز از جیب شما دارن ارز رو خارج میکنند از کشور. این تخصیصی که داده میشه، ارز تثبیتی که تخصیص داده میشه برای شمایی که جزء 99% مردم ایران هستید، ارز نرخ ارز همون نرخ بازار آزاده. اگر شما میبینید نرخ‌های چندگانه، الان افتخار بانک مرکزی امروز اینه که ما نرخ نه بازار دوگانه، نرخ ارز دوگانه و سگانه دیگه نداریم، بازار ارز چندگانه داریم. هر مشکلی پیش میاد یک نرخ ارز جدیدی اضافه میکنند، یعنی یک رانت جدیدی اضافه میکنند، یک رانت جدیدی و یک طبقه جدیدی به وجود میآورند، طبقه از افرادی که رانت دریافت میکنند و این طبقه رانتجو یا رانتخار یا هر اسم دیگری که میخوایم روش بگذاریم، مطمئنن در نهایت این ارز از کشور خارج خواهند کرد. این تجربه ما بوده، ارزشی و انقلابی و غیر انقلابی نداره. کسانی که این رانت ها رو دریافت میکنن، کسانی که انباشت ثروت دریافت میکنن، در نهایت قدرتی پیدا میکنن که میتوانن زندگی بهتری خارج از ایران داشته باشن. خب شما اینو در نظر بگیرید با چشویخ هایی که ما اخیراً داشتیم. از این طرف بازار ارز ما یک بازار رانتی است که منابع ارزی رو ما داریم به هدر میدهیم، از آن طرف حتی اجازه واردات خودرو نمیدیم، اجازه واردات فلان موبایل رو نمیدیم. دقت میفرمایید؟ یعنی مردم رو محتاج تر نگه میداریم. اینها به نظر من واقعا دردناکه. من به نظرم میرسه بازار ارز ما یک نمودی است از متاسفانه از فساد، رانت و تبعیض، و امیدوارم که همین برنامه که ما الان خدمت شما نشستیم انشالله آگاه سازی انجام بشود و تغییری در سیاست های فعلی ارزی به وجود بیاید. بفرمایید. خب من هم سلام عرض میکنم. مقدمه مفصلی رو آقای دکتر صدبندی فرمودن که مباحثشون مباحث درستی بود. من به نظرم میاد که خب ما یک کشور نفتی هستیم و به خاطر اینکه یک کشور نفتی هستیم، در دهه‌های مختلف به واسطه اینکه تولید نفتمون بیشتر از نیاز داخلیمونه، بخش عمده این نفت رو به خارج صادر کردیم و این باعث شده که تراز تجاری ما در خیلی از سالا مثبت باشه. یعنی میزان صادراتی که ما داشتیم با احتساب نفت البته از میزان وارداتمون بیشتر بوده. خب این تراز تجاری مثبت یه درآمد ارزی رو برای دولت به وجود آورده و این درآمد هم درآمد قابل ملاحظه ای بوده. خب دولت های مختلف باید تصمیم می گرفتن که با این درآمد ارزی چیکار بکنن، چه مقدار از این درآمد ارزی رو وارد اقتصاد بکنن، چه مقدار رو وارد اقتصاد نکنن، چه بخشی از این درآمد ارزی رو خود دولت استفاده بکنه، چه بخشی از این درآمد ارزی رو دولت استفاده نکنه، و اون بخشیشو که در واقع قرار نیست دولت استفاده بکنه اون رو به چه شکل ما باید تخصیص بدیم. برای این منظور نهادهایی هم درست شده، مثل صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته شد یه بخشی از این درآمدهای ارزی در اختیار اون صندوق قرار بگیره و اون صندوق تصمیم بگیره که این درآمدها رو به چه شکل مورد استفاده قرار بده. خب تو همه این زمینه‌ها من فکر می‌کنم که با مشکل و معضل مواجهیم. اون بخشی از درآمد ارزی که دولت در اختیار می‌گرفت، این هم در واقع چون دولت هزینه‌اش معمولاً ریالیه، خب بحث برای این بود که این تیکه رو ما تو بودجه ریالی بیاریم یا برای هزینه‌های ارزی دولت یه بودجه متفاوتی، بودجه ارزی داشته باشیم. باز این سوال مطرح بود که این در واقع تبدیل ارز دولت به ریال به چه شکل باید انجام بشه؟ آیا این بانک مرکزی رو ما باید ملزم بکنیم، مکلف بکنیم، کما اینکه الان تو سالهای مختلف به این شکل بوده؟
که ارز دولت رو با یه نرخ مشخصی بخره و بعد اون ارزی که در واقع توی ترازنامه بانک مرکزی قرار میگیره اون رو به چه شکل باید در واقع مورد استفاده قرار بدیم. اینا همه سوالاتی هستش که من میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با بحث ارز وجود داره تا میرسیم به رژیم ارزی. رژیم ارزی هم بسیار بسیار مهمه، چون تا شما رژیم ارزیتون مشخص نباشه و یه رژیم ارزی در واقع شفاف و روشن نداشته باشید و اصلا بس به حوزه سیاست ارزی نمیرسه. سیاست ارزی در چارچوب یه رژیم ارزی در واقع معنا پیدا میکنه. در سالهای در واقع اولیه انقلاب که ما گرفتار جنگ بودیم تصمیم بر این گرفته شد که ما یه رژیم چند نرخی داشته باشیم. در اوائل دهه 80 این رژیم چند نرخی تبدیل به یه رژیم تک نرخی شد و مجدداً با تشدید تحریم‌ها، تحریم‌های هسته‌ای در واقع ما ناچار شدیم به اون رژیم چند نرخی بازوره برگردیم. در حال حاضر ما یه نظام چند نرخی ارز داریم. حالا سوال اینجا مطرح اینه که در این نظام چند نرخی ارز به چه شکل باید سیاست گذاری بکنیم. من میخوام بحثو در واقع نمیدونم از کجا باید شروع بکنیم، دوستان نظر بدن. اینا من خواستم در واقع یه تبیینی از صورت مسئله بکنم. خودم دوست دارم بحثو از همین رژیم ارزی شروع بکنم. آیا رژیم چند نرخی ارز رژیم مناسبی است برای اقتصاد ما؟ تو صحبت های آقای دکتر سعدوندی بود، من پاسخ خودم رو میدم و بعد دیگه بقیه دوستان نظرشون رو اعلام بفرماین، که این رژیم چند نرخی ارز ما رو خواه ناخواه به سمتی میکشونه که در واقع یه عده‌ای از این نرخ‌های متعددی که وجود داره ممکنه سوء استفاده بکنن. یعنی فساد ارزی در این رژیم چند نرخی ارز بسیار زیاده و طبیعتاً در واقع حاکمیت به اون اهدافی که در زمینه تخصیص ارز داره نمیرسه. شما یه ارز 28500 دارید، به کالاهای اساسی میخواید تخصیصش بدی. این احتمال وجود داره که کسانی که در واقع این ارز 28500 رو دریافت میکنن، درسته که برای کالاهای اساسی دارن دریافت میکنن، ولی احتمالاً بیشتر از اون نیازی که برای واردات کالاهای اساسی دارن در واقع این ارز رو دریافت میکنن، اوور اینوایس میکنن به تعبیر رایجی که الان وجود داره، و بنابراین سعی میکنن از این رانتی که اینجا وجود داره، یعنی از اون اختلاف قیمتی که ارز 28500 با نرخ بازار ارز داره در جهت منافع خودشون استفاده بکنن. همین مسئله با یه درجات کمتری در رابطه با نرخ ارز نیمایی وجود داره، همین مسئله در رابطه با نرخ ارز مرکز مبادله وجود داره. حالا سوال اینجا مطرحه، این سوال مطرحه که آیا این سیستم تخصیص ارزی که ما در اقتصادمون وجود آوردیم، این سیستم مطلوب و بهینه‌ایه؟ آیا ارز که درآمد ملیه و چون عمدتاً از محل فروش نفت وجود میاد رو تو این سیستم، تو این مکانیزم در واقع تخصیص که ما درست کردیم، این ارز داره به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار میگیره، یا اینکه توش رانت هست، فساد هست، انحراف منابع وجود داره؟ من تصورم اینه، حالا در واقع این جمله رو میگم، من تصورم اینه که این سیستم تک نرخی چند نرخی ارز، ببخشید، این سیستم چند نرخی ارز در واقع به اهدافی که ما انتظار داریم نرسیده. یعنی حالا به صورت تدریجی قاعدتا باید این تغییرات ساختاری اتفاق بیفته. این سیستم چند نرخی ارز باید به مرور زمان توی برنامه زمانبندی مناسب با محاسبات دقیق باید در واقع به سمت یک سیستم تک نرخی در واقع حرکت بکنه. وقتی به سمت سیستم تک نرخی هست رفتیم، حرکت کردیم، حالا این سوال پیش میاد که اون نرخ رو، نرخی که نرخ واحدی که تو اقتصاد وجود داره رو،
ما باید تثبیتش بکنیم، یعنی رژیم در واقع پیک داشته باشیم یا فیکس داشته باشیم، یا اینکه اینو باید شناورش بکنیم. و بعضی هم میگن حالا طبق قانون که ما باید به سمت رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت بکنیم. آیا اون در واقع ماده قانونی که کشور رو ملزم میکنه که این رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده باشم، اون مناسب با وضعیت فعلی کشور هست یا نیست؟ اینها بحثایی است که باید مطرح بشه. من عرض کردم من با رژیم چند نرخی موجود به نظرم میاد که ما نمیتونیم به اون اهدافی که در حوزه ارز داریم و در حوزه تخصیص منابع ارزی داریم دست پیدا بکنیم. خب بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و همچنین همه بینندگان عزیز برنامه. شاید در واقع تا اینجای بحث مشترک باشیم، یعنی در واقع نظرات مشترکی داشته باشیم تو مقدمه ورود به بحث مسئله شناسی ارز، اما من سعیم بر اینه که انشالله اگر فرصت بشه بتونم اول راجع به این که معضل ارز و معضلی که الان ما باش مواجهیم، اینکه با شوک‌های ارزی مواجهیم، یک بار ارز جهش میکنه به بهانه‌های مختلف، به بهانه‌های سیاسی، افزایش هزینه‌های تولید رو داره، افزایش هزینه‌های دولت رو داره، افزایش تورم انتظاری رو داره، افزایش سوداگری رو به دنبال خودش داره و و انواع و اقسام معضلات دیگه‌ای که برای تولید و برای جای دیگه میخواد بذاره. راجع به این بحث بکنم ابتداءً که به جهات تاریخی به سیاق جلسه گذشته که راجع به تولید صحبت کردیم، راجع به ارز بگم که این پدیده چرا اتفاق افتاده، چرا در واقع اقتصاد ایران مبتلا به بیماری و معضل در واقع شوک‌های ارزی و تبعات حاصل از اون شده. این یه نکته است، یه نکته بسیار مهمه که اگر این مسئله شناسی رو به دقت انجام بدیم بعداً میتونیم بگیم که خب چگونه این فرایند در واقع این مکانیزم داره عمل میکنه و چه آیندهی پیش روی ماست اگر نسبت به حل معضل ارز اقدام نکنیم. این در واقع نکته دومی که انشالله بهش خواهم پرداخت. و مسئله سوم راهکارهایی است که دولت آتی، هر عزیزی که میخواد باشه، باید یک بسته در واقع جامع و کاملی رو برای برون رفت از این مشکل حداقل روی میز داشته باشه. اینکه حالا چقدر این بسته پیاده شدنی است، چقدر در واقع مشکل یا آسانه برای مواجهه با این معضل، انشالله راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ این نکته که اصلا این معضل نرخ ارز و شوک‌های ارزی که ما الان به عنوان یکی از مشکلات بی‌ثباتی اقتصاد ما حتی میتونه در واقع مطرح باشه، این به چه شکلی در واقع ظهور پیدا کرد؟ همونطور که به خوبی جناب آقای دکتر سعدوندی اشاره فرمودند، درآمدهای نفتی یا به عبارتی که من شب گذشته از اون یاد کردم، نفرین منابع طبیعی گریبانگیر اقتصاد ما شده. یعنی ما زمانی که باید عقلانیت به خرج میدادیم برای شکلگیری و شکلدهی یک حکمرانی مناسب برای پیشبرد اقتصادی کشور، این عقلانیت آنچنان که باید به درستی به کار نرفته. ابتدای دهه 50 و ورود در واقع سرسام آور درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور شاید در واقع نقطه شروع این قضیه باشه. اما چه اتفاقی رقم خورده؟ درآمدهای ارزی ما برای چندین و چند حوزه و مجرای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و اومده اون شکاف‌هایی که اون ناترازی‌ها و ناتعادل‌هایی که در اقتصاد کشور وجود داشته و ما شاید با یک حکمرانی مناسب و شاید یک حکمرانی غیرعجولانه باید اون رو درمانش می‌کردیم، صرفاً رفتیم سراغ راحت‌ترین راه حل.
راحت ترین راه حل رو انتخاب کردیم. این اتفاق اقتصاد ایران رو معتاد کرده به درآمدهای نفتی برای حل مشکلات پیچیده‌ای که داره با درآمدهای نفتی راحت حل میشه. حالا این شکاف‌ها چی هستن؟ یکی مهمترین مشکل، مشکل ناترازی و ناتعادل‌های مالی هستش که دولت باش مواجه. دولت با مشکل کسری بودجه مواجه. خب میبینی که درآمدش کفاف هزینه‌هاش رو نمیده، هزینه‌هایی که در واقع داره افزایش پیدا میکنه. این رو که دارم عرض میکنم از دهه 40 به بعد، در واقع از انتهای دهه 40، از ابتدای دهه 50 به بعد میشه این رو در واقع رصد کرد. بخشی از این هزینه‌ها هزینه‌هایی بوده که اتفاقاً شاید ما درش دخیل نبودیم، رقم خورده برای اقتصاد کشور، مثل جنگ. طبیعی بوده که این هزینه‌ها داره افزایش پیدا میکنه، جنگی هم که ناخواسته در اون درگیر شدیم، جنگی تحمیلی بوده و یا بخشی در برخی از موارد خودخواسته در واقع این اتفاق افتاده. اما علایال هر چه که باشد، یه ناترازی در واقع، یه کسری بودجه، کسری تراز عملیاتی در واقع درگیر کرده اقتصاد کشور رو. پس اینجا جایی بوده که خب ما میتونیم با چی حلش بکنیم این رو؟ با درآمدهای نفتی. نفت میفروشیم، این رو جبرانش میکنیم. نکته بعدی رفع شکاف و ناترازی های در واقع رفاهی خانوارها بوده. یعنی یه جاهایی ما خانوار ما دوچار مشکل رفاهی می شده، دوچار مشکل اجتماعی می شدیم، می گفتیم خب چی کار بکنیم؟ گفتیم درآمدهای نفتی داریم، فراورده می فروشیم، نفت می فروشیم و می آییم این رو می پوشونیم. اما با اقسام واردات کالاهای اساسی که بعضن دوچار مشکل باش می شدیم، بدون اینکه در یک حکمرانی مناسب برنامه ریزی برای اون صورت بگیره، می رفتیم واردش می کردیم. این تولید رو هم در واقع تحت شعاع قرار می داده و دوچار مشکل می کرده، ولی این در واقع پدیده رو هم در واقع اصطلاحاً ایجاد می کرده. رفع مشکل و ناترازی هایی که ما برای رفع بسیاری از مشکلاتی که نه دولت بلکه بخشی از بنگاه‌ها در عرصه اقتصادی داشتن، یعنی صرفا ما به خانوارها قرار نبوده کمک بکنیم، بلکه بنگاه‌ها هم چه بسا دچار مشکل می‌شدن، می‌رفتیم سراغ بنگاه‌ها. حالا این بنگاه‌ها می‌تونستن بنگاه‌ها مگا بنگاه‌ها باشن، اصطلاحاً ابر بنگاه‌ها باشن، بنگاه‌های خصولتی باشن، بنگاه‌های خصوصی باشن که بنا به اقتضائات قرار بوده به اونها کمک بشه، و حتی این می‌تونسته بیاد و در یک مکانیزمی اصطلاحا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره، برای اینکه اون و یا بانک‌های تجاری قرار بگیره و تسهیلات اصطلاحا تکلیفی که قرار بوده به انجام برسونن. علی‌الحال این موارد مواردی بوده که درآمد ارزی وارد اقتصاد کشور می شده برای اینکه حل بکنه اقتصاد کشور رو، و ما هم خیالمون راحت که این اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی حل میشه. خب چه اتفاقی می افته؟ اتفاقی که رقم می خوره اینه که به مثابه در واقع فرد معتادی که دیگه اون مواد بهش قرار نیست برسه، این اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی شده. حالا که قرار نیست برسه، این شکافه بیشتر و بیشتر اثر خودش رو نشون میده. اثر خودش رو کجا نشون میده؟ نکته ای که جناب آقای دکتر ندری بهش اشاره فرمودند، جایی که در واقع در کسری تراز پرداخت، در واقع به نوعی در کسری تراز پرداخت خودش رو نشون میده. خب دیگه ما زمانی که نفت داشتیم حتی میتونسته درآمد مازاد باشه، اون نرخ ارز رو حتی ما میتونستیم با درآمدهای مازاد نفتیمون بتونیم در واقع اون رو توی یه نرخی نگهش داریم. اما الان چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که رقم میخوره اینه که اون کسری تجاریه داره در واقع اثرش رو نشون میده، بیشتر و بیشتر داره میشه. اما موقعی که این کسری تجاری اثر خودش رو میخواد بذاره، یه اتفاقی میفته، یه اتفاقی رقم میخوره که اینو حالا به جهت اینکه در واقع باید توضیح بیشتری بدم، از اینجا به بعدش رو سعی میکنم توضیح بدم. اتفاقی که رقم میخوره اینه که نرخ ارز ما میشه لنگر اسمی انتظارات اقتصاد ایران. یعنی کلیه متغیرهای کلان اقتصادی، اهم از تورم، نقدینگی، کلهای پولی، خدمت رو عرض کنم، بازدهی در واقع اقتصادی در عرصه اقتصادی کشور،
و همه و همه این موارد که بیشتر توضیح خواهم داد از این امر متأثر میشن. چون از این امر متأثر میشن، بنابراین عاملان اقتصادی، فرقی نمیکنه هیئت مدیره شرکت های مختلف باشن یا مدیران در واقع بنگاهداران باشن یا کارمندان باشن یا کارگران باشن، همه این افراد و عاملان اقتصادی خودشونو با چی تنظیم میکنن؟ با این تغییر در واقع لنگره، در واقع تغییر عرض و لنگر اسمی. همینه که مثلا کارگر ما نمیره به سمت در واقع کار به جهت اینکه انتظاراتش تغییر پیدا کرده، تورم، محصولات گرانتر میشن بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه، فقط عرض دیروز جهش کرده، این اتفاق رقم میخوره، انتظارات تورمی رو شکل میده. همه این انتظارات تورمی که تو اون لنگر اسمی خودشون نشون میده یک بلای بسیار سنگینی رو میاره و در واقع اضافه سربار میکنه به اقتصاد کشور، که حتی نقدینگیه در یک فرایند درونزای خودش متأثر از نرخ ارزه. نه اینکه ما به اشتباه نقدینگی رو در واقع علت عرض بدونیم، اشکالی نداره، در یک چرخه و در یک لوپی میتونن اینا از همدیگه اثر بپذیرن، اما اون جایی که بسیار بسیار مهمه اینه که با توی فرایند درونزا اینو دنبال بکنیم. این رو اشاره کردم که فقط بگم این لنگر ارزیه در واقع داره شکل میگیره، اما در ادامه میخوام خدمت شما عرض بکنم که چه چیزهایی این عامل رو تشدید میکنه، چه عواملی این موارد رو در واقع سهمگین تر میکنه برای اقتصاد کشور و فقدان چه عواملی است که این مشکل رو بغرنج تر میکنه، و بعد برای اینها یه بسته سیاستی رو انشالله پیشنهاد خواهم داد که اگر رئیس جمهور آتی کشور هر عزیزی میخواد باشه، با این بسته، با این بسته ای که اتفاقا بسته ای صرفا پولی نیست، بسته صرفا مالی نیست، بلکه اهم از ایناست، در واقع شامل یک حکمرانی، تغییری در حکمرانی پولی ارزی و به نوعی شکلگیری یک پدیده‌ای که ما تا الان لحاظش نکردیم و ما در واقع تو این ادبیات یکی دو ساله اخیر اسمشو میذاریم حکمرانی ریال، و راجع به اون انشالله صحبت خواهم کرد. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت مردم عزیز و میهمانان برنامه و دستاندرکانان این برنامه که زحمت کشیدن سومین شب رو خدمت مردم عزیز بودیم تشکر میکنم. خوب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم هستیم. منم یک تکلیفی خود به خود آقای دکتر صدرانی رو من احساس افتاده خودم اینو به صدا سختی میدونم، سعی میکنم جملات و این نکاتی هست که یه ذره با مبنای علمی اقتصاد ولی به زبان ساده دور از این پیچیدگی‌های فنی توضیح دهم. ما تو پریشب بحث تورم بود، دیشب بحث تولید بود، داره بحث دیگه هم شد، تمرکز اصلی بود. امشب هم بحث نرخ ارز. مردم بدانند، کارشناسان بدانند و عزیزان میدونید حتما که مسئله نرخ ارز یک مسئله باز در سطح، در به قول آقای دکتر موحد در یک چرخش لوپ، در یک نگاه سیستمی و پویا این اثرش رو از دست میده و پیچیده میشه، صحبت خواهم کرد. اما در یک سطح بازی مجموع صفره، یعنی این بازی بازنده و برنده داره، مجموع صفره. یک جامعه حداقل به دلار دسترسی داره به هر طریقی، حالا منابعش، داراییش، کارخونه‌اش، به هر دلیلی ممکنه شروق مختلف باشه به جمع کثیری در این کشور که حداقل ممکنه مثلا روستایی قاطبه اینها باشن و طبقه کم درآمد جوامع شهری ما به اصطلاح آنچه که از این بازی ارز متأثر میشن چیزی جز تورم و کوچک شدن سفره و تنگنا شدن معیشتشون نیست. خب چه اتفاق افتاده؟ آیا میشه با جهانی سازی قیمت انرژی که من اون دو پدیده رو تبیین کردم، پدیده نرخ ارز رو هم به اصطلاح تشخیص کنم و به اصطلاح این موضوعی که ما رو دست گذاشتیم قدرت توزیع دهندگی موضوع داره؟ به نظرم داره. نگاه کنید، در تورم بحث رو تشریح کردیم، در بحث تولید بحث هزینه‌های سمت عرضه و افزایش عرضه و تورم ناشی از تولید بود. در نکاتی که آقای دکتر صدبندی و دکتر ندری و دکتر موحد هم فرمودن و من نوشتم، باز همین نظریه میتونه اینو تبیینش کنه. چرا؟ ببینید، اتفاقاتی در اقتصاد ایران افتاده در پهنه که خوب برای مردم عجیبه. مثلا شما اشاره کردید آقای صدبندی که مثلا خروج هنگفت سرمایه‌ها می‌بینیم، این دیگه در رسانه‌های ما هم مطرحه. این پدیده عجیبه که به هر حال رفت و آمد سرمایه امر عادیه، ولی اون چنینی که منابع طبیعی کشور رو داخل بفروشیم و
ناگهان متوجه بشیم میلیاردها دلار در ترکیه به اصطلاح از طریق خرید خانه سرمایه گذاری شده، میلیاردها دلار می‌بینی سر از کانادا درآورده، این پول از جیب چه کسانی رفته؟ چه اتفاقی افتاده که ما امروز چنین پدیده منفی مواجه شدیم؟ این پدیده همون اتفاقی است که به اصطلاح بیگ بنگی بود به اصطلاح در سال 86 اتفاق افتاده. ما با قانونی کردن قیمت گذاری جهانی و به اصطلاح دلاری فروشی منابع ملی و طبیعی کشور، ثروت پولهای مردم رو، نقدینگی های این کشور رو هدایت کردیم به طبقه اقل سرمایه‌داری که به اصطلاح پایش هم منابع دستگاه ها و کارخانه های ملی بودن که در یک سرعت در همان سالهای 86 و حوالی سالهای 86 با سرعتی باور نکردنی اینا واگذار میشن. مثال بارها گفتم، شما نگاه میکنید، برمیگردید تاریخ رو نگاه میکنید، میبینید پالایشگاه ایکس پالایشگاهی صورت مالیش هم به یمن حرکتی که دولت 13 اون داری نرسی وزارت اقتصاد انجام داد و قابل تشکره، این اسناد الان هست، قبل این حتی محرمانه بود، حتی دستگاه دولتی به دستگاه دولتی های دکتر بواحد شما بهتر میدید منظور من چیه، این اسناد رو نمیدادن، امروز در معرض دید مردم عددهایی که میگم مالاگاه هم نوشتم میتونم برم ببینم. کارخونه که مثلا 300 میلیارد تومان وام میده در فاصله بین 6-7 سال های دکتر ببینی که 35,000 میلیارد تومان سود خالص داده. این آمارها رو ما ارائه کردیم. این پول از کجا اومده؟ این پول از کجا اومده و چه ارتباطی به نرخ ارز داره؟ ببینید ما اجازه دادیم منابع ملی کشور به قیمت جهانی به فروش بره. از اون ور این کارخونه ها رو سریع واگذار میکنیم. از اون ور این پازل و این کارگردانی که این محیط به اصطلاح برزخی اقتصاد ایران رو رقم میزنه و او کارگردان هوشمندی که داره این کارا رو میکنه، بانک های خصوصی رو راه میندازه که دیروز هم بحث شد که بیشترین بحث موج ایجاد نقدینگی از طریق اون بانک هاست. این سزل باعث میشه که مثل موتور مکش عمل کنه که پولهای مردم رو بگیره و بخشش رو در بازی دلار حتی به خارج از کشور در قالب فرار سرمایه و بخشش هم به اصطلاح به تضاد طبقاتی به فاصله طبقاتی در داخل انجام میده. خلاصه این که اگر من یه جنبندی در به اصطلاح همینجا انجام بدم، این بحث های سنتی و عام اقتصاد که بحث کردیم دیشب که مثل اینکه مثلا حالا اشاره کردم باز نقدینگی عامل تورمه یا مثلا این کسری بودجه عامل تورمه، این فضاییه که ما نزدیک به 4 دست تکرار می‌کنیم، ردش هم نمی‌کنیم، ولی اتفاق عجیب با این گزاره‌های عام قابل تشریح نیست و اینا قدرت توضیح دهندگی این اتفاقات عجیب رو در اقتصادی رو ندارن. این مثل جنگلی است که این خارا رو می‌ذاریم کنار، دقیق می‌شیم و میایم در روابطی که در قانون به خصوص، این خیلی خوب به اصطلاح نکته منفیش اینه که اینها همه به صورت پنهانی آقای دکتر نادری می‌بینیم در قانون. همین امروز ما بعد از اون مناظره‌ای داشتیم، دوست عزیزی میگفت که به شدت هم منتقد ما بود، میگفت آقا مثلا این چیزی که شما میگی اصلا صحت نداره، همینجا گذاشتم گفتم این قانون رو مطالعه کن. گفتم شما هر وقت تونستی بری در کل کره زمین در کشورها بچرخی که یک کشوری اومده در از سال 80 به اصطلاح قانون جهانی فروشی قیمت منابع ملی کشور رو به مردم خودش به قیمت جهانی بفروشی پیدا کردی، من باز حرفامو پس میگیرم و این تحسین میکنم، چون اصلا میگم قیمت جهانی وجود نداره. این کلمه قیمت جهانی در قانون ماده 71 قانون تنظیم دولت چپ و راست هم نداره. این قانون میاد در سال 80 تصویب میشه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد تصویب میشه. بنابراین نگاه میکنیم که در این مسئله همه مشترکن. انتخاباتی که ما در پیش رو هم داریم، مردم باید به این نکته توجه کنن که گفتمان دولت‌ها به اصطلاح در این حوزه به اصطلاح چه نوع گفتمانی است. آیا معتقد به اصطلاح توهمی به نام یارانه پنهان یا مسئله انتزاعی به نام یارانه پنهان هستم که متاسفانه من در شبای گذشته توضیح دادم، آیا اینا با حاکمیت ریال با در اقتصاد در به اصطلاح اقتصاد خانوار با درآمد ریالی قائل هستن یا نه. بنابراین اینو عمیق میکنیم، میدیم ببینیم که به اصطلاح گروه های متعددی هم جلوی این مسئله متاسفانه ایستادن بدون اینکه به اصطلاح جزئیات رو بدونن. یکی از این کاندیدای ریاست جمهوری اخیراً این مطلب درستی رو منتشر کرد، خب جالبم بود، از یک مقام ارشد سیاسی تو کشور از این توییت ها ما کم میبینیم، نوشته بود که 50% انرژی نزدیک معادل خوراک روزانه پالایشگاه کشور در قبل از اینکه به مردم برسه به سمت مصرف برسه در سمت تولید هدر میره.
خب این درسته، ما تشکر هم کردیم، ما جوابشون رو دادیم که بسیار نکته درستی است. اما سوال اینه که وقتی ما در جامعه میچرخیم و با دوستانی میشینیم مناظره میکنیم، میگن خب بنزین ارزونه مفته مثلا، میگن چی نگاه میکنم که اصلا دوست عزیز ما یا دوستان عزیز ما و برخی از این پژوهشگران ما اصلا این جزئیات رو متوجه نشدن. آره چه علتی داره نمیدونیم. ما یه مقاله‌ای در سال 93 منتشر کردیم، آره در حاشیه جلسه هم خدمت شما داشتم آقای ندری توضیح میدادم، غفلت تاریخی از گزاره‌های داخلی نفت در روزنامه دنیا اقتصاد مبسوط علتاش و اون مسائلی هم که مخفی مونده توضیح دادم. خب در سمت تولید از سال 86 تا الانی که من خدمت شما و مردم عزیز هستم، پالایشگاه‌های کشور تماماً محصولات خودشون رو تماماً، یعنی از بنزین تا گوگرد نزدیک 50 60 تا محصوله، کلاً به قیمت جهانی و به قیمت دلاری می‌فروشه. بارها تکرار کردیم که بخشیشو حالا دوستان و پژوهشگران می‌خوان برن رهگیری کنن، در قانون ما اسمش رو گذاشتیم به نام فرآورده‌های اصلی. پالایشگاه‌ها می‌فروشن به دولت، دولت می‌فروشه به ما، مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل گاز مایع، نفت سفید و مازوت، و 40-50 فرآورده های ویژه به استناد این ماده 71 قانون تنظیم که مجوز داده به هیئت مدیره پالایش و پخش که نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان اصلا قیمت گذاری داره. 400,000 بشکه اندازه این عدده که من پریشتن شب پیش گفتم حدود میشه در کفش میشه 12 میلیارد دلار قیمت گذاری میکنم به کف قیمت فوب خلیج فارس. مصوبات هیئت مدیره های ساعت بندی هست اینجا، مثلا 30% بیشتر از فوب خلیج فارس مستقیم میفروشه. مثال معروفشم برای که برای مردم ملموس باشه، از واکس کفش مثال میزنم تا قیر مثال میزنم تا روغن خودرو تا رنگی که تو خونه هاشون مصرف میکنن، میاد در چرخه های صنایع دو سه دست میچرخه، میره در چرخه دلالی. من خیلی خوشبینانه گفتم دو دست میچرخه که آیه ایزد خواهی ازش بکنیم، گفت 7 دست ما مطالعه کردیم در حوزه دلالی، 7 دست میچرخه. ما یک قیمت، ببینید من خواهشم از عزیزان به این توجه کنن، ما یک کالایی که از دل سرزمین این کشور در میاد که در قانون اساسی ما این یک منبع ملی هستش مطابق اصل 45 قانون، به سلام مجلس ما میگه که این مجوز رو داره، این جهانی شدن دستوری بهش میگیم دیگه، قانون دستور داده جهانش این مجوز رو بهش داده که آقا این قیری که الان تو روستاهای ما بیشتر مصرف میشه، تو شهرها که اغلب آسفالت شدن، تو حیات مدارس و جاهای محروم داره استفاده میشه، مثلا به قیمت تونی 2000 دلار، مثلا این عدد مثال بود، به قیمت حداقل مبنای فوب خلیج فارس یا حتی 10% بیشتر در نقطه شروع، یعنی آقای صدرانه شما میدی پادشگاه قیر میخری به عنوان دست اول. اینا یک ترتیباتی هم داره، یعنی این نیست که من شهروند پاشم برم پالایشگاه بگم آقا مثلا یه دو بشکه به من قیر بده، نه، یه ترتیباتی داره. شرکت هایی هستن که در اتحادیه ترتیباتی دارن، در دست اول اینو به قیمت حداقل فوب حالا لحاظ کنیم درصد 10% 20% چه بزنیم میدیم، دلار رو به ریال برمیگردونیم، چون اینا که دلار نمیده به کاغذ، مبنا دلاره، تعریف دلاره، بنابراین اون بر اساس دلار ریالش رو حساب میکنه، نرخ ارزی رو در به اصطلاح اسنادشون میدن به مصوبه هیئت وزیران رو میگیرن میدن. حالا آقای صدربندی این قیر رو میده به واحد دوم تولیدی های دکتر ندری، خب اینو با چه تورم میده؟ ما نگاه میکنیم که این قیمت های دلاری در جهان با میانگین تورم 5% حرکت میکنه، تورم دلار مثلا میانگین تورم جهان 5%، بر میگردونیم بهش ظاهر ریال میدیم، دست بعدی وقتی به شما میفروشه دکتر ندری میرید مذاکره میکنید روش 40% میذاره. چرا؟ آقای صدربندی میگه خب تورم ایران 40%، میرسه دست شما یه 10% مالیات ارزی افزوده از شما میگیره، میشه 50%، شما میدید به آقای دکتر موحد، باز شما وقتی آقای دکتر موحد به شما مراجعه میکنه میگه آقا این غیری که از دست شما هست چقدر، باز همین کارو میکنه، میگه آقا تورم بیرون 50% کسب و کار ما باید 50% سود کنه، 10% مالیات ارزی افزوده است که چیزی الان مردم همه لمس میکنه، تا میاد به من که عمده فروشم و خرده فروشم به این 5-6 دست میچرخه و یک حالت نمایی شدید میگیره. امروز حساب میکردم این 12 میلیارد دلار با 90 میلیارد دلار برای مردم تموم میشه تا به مصرف کننده نهایی میرسه. خب ثروت هنگفتی از جیب مردم جمع میشه و به اصطلاح منتقل میشه به صاحبان این پالایشگاه. من خواهشم از عزیزان هست که می توجه کنن و نهایتا بخشش که بارها رسانه‌ای شده قیمت بنزین در ساعت خورده فروشی که 3000 تومانه، نه نه این قسمت رو بحث میکنیم دیگه، این قسمت رو بحث میکنیم، 90 میلیارد دلار دست مصرف کننده میرسه آقای نه دیگه نه دیگه نه نه متوجه نشدید دیگه؟ ببین دارید سکوت ارزم تمام میشه توضیح بدم، اصلا از بنزین فرآورده های ویژه
غیر اصلا تمرکز کنید رو غیر رایگان غیر رایگان نه دیگه غیر رایگان نیست دیگه امروز همین میگم روابط رو متوجه نیستن دوستان بسیار عالی من اینجا متوقف میکنم حالا تشریح کردم به بیان دیگه من برای حل این موزل 8 پیشنهادم دارم امشب عاملای انرژی به جای ارزون تو رسانه های دکتر میگن خب پیشنهاد 8 پیشنهاد 7 پیشنهادم امشب من تقدیم میشنم بینندگان عزیز میکنم که از این به بعد ما ان شاء الله میمونیم به دولت هایی که منتخب میشن و از پیشنهاد هر کدوم باب میلش نه به قصخان من خیلی ممنونم از همه عزیزان که بالاخره واقعیتش اینه که ما عرض گذاشیم شب آخر برای اینکه دشوارترین بحث و تا اینجا خیلی خوب بحث پیش رفته من واقعا طبق معمول هر شب کلی چیزی یاد گرفتم یه گزارشی بدم از پیامک ها آنچه که برایند وضعیت جامعه است بالاخره بحثم بحث اقتصاده یکی از واضح ترین عوارض وضعیت کنونی اقتصادی کاهش قدرت خرید به صورت عمومیه توی این کاهش قدرت خرید به صورت عمومی خشم عمومی هم ایجاد میشه پیامک ها خیلی هاشون خشمگین هستن و برای من جالبه که خب بالاخره وظیفه آکادمی اینه که درست در همین وضعیت خشمگینی که همه عصبانی هن و میخوان یکی دیگر رو متهم کنن و اینا میگرده دنبال راه حل و راه حل خودش ارائه میده و البته اون بحث همیشگی هم هست که آقا ما ممکن راه حل بدیم مثلا اون کسی که باید گوش کنه گوش نکنه اون باز خودش مرحله بعدی میشه باید راهی پیدا کرد برای اینکه چطور ما اینو بقبولونیم میخوام بگم که اگر پیامک ها رو ملاک بگیریم تعداد زیادی از پیامک ها گفتن بسیار خوب این حرف ها حرف های درستیه و حرف های پیچیده ایه و ما خیلی سردر نمیاریم چی میگید راه حل هر کدوم از آقایون چی هست یعنی اون چیزی که ما تو سال های شب اول هم در واقع مطرح کردیم فردای انتخابه و هر کدوم از ما چه بسته بنده که نه شما هر کدوم از شما چه بسته پیشنهادی دارید که بذارید روی میز رئیس جمهور یا تیم اقتصادی دولت بگید این چنین مسائل رو به بهبود یا رو به حل شدن میره اگر خودتون جزء تیم اقتصادی بودید یا اگر خواستید مشاور رئیس جمهور یا مشاور مثلا وزیر اقتصادی هر کسی دیگری باشید این میتونه یه رویکرد به بحث باشه هیچ الزامی هم بهش وجود نداره میتونید اگر که فکر میکنید راههای بهتری وجود داره همون راهها رو دنبال بکنید من یه چیز کوچیکم ببین یه خورده فرعی و بی ربطه ببینید پیرو به همون بحثی که قبل از شروع برنامه با هم میکردیم بعضی از دوستان زودتر اومده بودن و بالاخره بعد وقت رو میگذروندیم دیگه ما اگر یکی مثالی هم که این چند شب من زدم سرما خوردیگه اگر یه نفر سرما خورده باشه نمیره بپرسه مثلا بچه محلا من چی کار کنم سرما خوردم آکادمی وظیفه دشواری داره حاکمیت میتونه کاراشو به رفراندوم بگذاره به نظرخواهی بگذاره نظرخواهی پیدا پنهان انجام بده و آکادمی نمیتونه این کار رو بکنه به شهادت گرفتن این که مثلا مردم شما چی میگید مردم ببینید اینا یه کمی میتونه جذابیت رسانه‌ای کار رو پیش ببره که خیلی خوبه یعنی توجه مردم جلب بشه به مسائل ولی در نهایت شما اینجا 4 نفر انسان با تخصص‌های جدی هستید 4 تا انسان زبده هستید و ممکنه با هم به نظر یکسان هم نرسید ولی این یک کمی ممکنه خدای نکرده به معنی این تلقی بشه که دارید توپ رو تو زمین مردم میندازید حالا دیگه شما بیاد هرچی شما بگید نه آدم علمی نظر صریحی داره از نظرش دفاع میکنه و بالاخره نهایتاً نه ما بنده که هیچ نه شما اینجا تصمیم گیرنده نهایی هستید نه مردم به معنی این که مثلا فردا بیان یه رأی چیز بشه مسئولان تصمیم میگیرن ما داریم سعی میکنیم سطح آگاهی عمومی رو که به تبع سطح آگاهی مسئولان هم باشه بالا ببریم خیلی ازتون ممنونم ببخشید پر حرفی من اون خاموشیم از جمله مشکلات امشب ما یکی همین بود که اون راه نیفتاد ندونستیم چرا و دیگه فرصتی برای تعمیرش نبود زمان ها رو دارید آقا زمان ها رو من پیشنهادم از شب اول همین بوده که خود عزیزان داشته باشن ببینید گفتن 5 دقیقه بله مثلا که دو نفر بیشتر از 5 دقیقه صحبت
کردی. بله دوستان، همه در واقع ببینید الان 23 و 24 دقیقه است. خب اگر 8 دقیقه تا 10 دقیقه که من صحبت کردم و کسب بکنید، همه تقریبا مشخصه که چقدر صحبت کردم. یه مسئله ای هست، این گرایش شناختی، یه بایاس شناختی هست که آدم وقتی خودش صحبت میکنه متوجه نمیشه که طولانی صحبت. خب من پیشنهادم اینه که یکی از دوستان یا اصلا هر کدوم از دوستان بله با گوشی خودش زمان رو نگه داره. ممنونم. ببخشید من یه توضیحات خدمت عزیزان بدم، چون خیلی به نظرم بحث خوب تا اینجا جلو رفت. چند مورد بود جناب آقای دکتر ندری اشاره کردن. یکی این هست که ما درآمد ارزیمون در 50 سال گذشته شاید در به ندرت شده که تراز تجاری ما با احتساب درآمد نفت منفی بوده. یعنی ما همیشه درآمد مازاد داشتیم. خب من عرض کردم خدمت شما، این درآمد مازاد رو شما اگر در نظر بگیرید در 20 سال گذشته من فکر کنم یه چیزی حدود 1500 میلیارد دلار بشه. حداقل 1500 میلیارد دلار بشه. در 53 سال گذشته شما ببینید چه مبلغی میشه. بعد خدمت شما عرض کردم اگر بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ رو بخوایم در ایران اجرا کنیم که پروژه خط آهن پرسرعت باشه بین شهرهایی که بالای 1 میلیون نفر جمعیت دارن و اتصال فلات ایران به کشورهای همسایه، مراکز جمعیتی کشورهای همسایه مثل مثلا کویت، مثل بصره، بغداد و مثلا نجف و از اون طرف اربیل، از اون طرف مثلا به راهن ترکیه بخوایم وصل کنیم، ارمنستان، آذربایجان، همه اینا رو بخوایم وصل کنیم به هم دیگه، یک چیزی حدود 100 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در 20 سال گذشته 1500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. الان از ملت شریف باید بپرسیم، یا ایشان باید از ما بپرسند یا از مسئولان بپرسند، 15 برابر بزرگترین پروژه‌ای که می توانستیم از نظر زیرساختی در این کشور تعریف کنیم درآمد ارزی داشتیم، چه شده است؟ اگر از خیلی ها بپرسید میگن همش خورده شده، برده شده. ولی چگونه برده شده؟ با همین شعارهایی که ما داریم میدیم، با همین سیاستهایی که ما گذاشتیم وضعیت کشور به اینجا رسید که همش رفت. اگر ما می‌خواستیم بزرگترین بنادر اقیانوسی رو در چابهار تأسیس کنیم، بعید می‌دونم بالای 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌داشت. یعنی بزرگترین بنادر اقیانوسی که الان در چین ممکنه باشه، اگر ما می‌خواستیم یه دونه اصلاً بالای ظرفیت، که من توصیه می‌کنم این کارو بکنیم، بالای ظرفیت یک بندر اقیانوسی پیشرفته در چین، در شاید از چینیان بتونیم تکنولوژی بگیریم در چابهار تأسیس کنیم، چرا که نه؟ اگر ما می‌خواستیم یک هاب، چرا کشورهای همسایه ما بزرگترین فرودگاه جهان الان کجاست؟ آقای دکتر ندری، آقای دکتر موحدی، آقای دکتر قلی‌زاده کجاست بزرگترین؟ یکی استانبول، یکی دبی، دیگه دبی داره یکی دیگه می‌سازه 2.5 برابر. چرا؟ برای اینکه فرودگاه تهران به بهره برداری نرسید بعد از 50 سال. خب چرا به بهره برداری نرسید؟ 1500 میلیارد دلار بزرگترین فرودگاه جهان شما می‌خواستید در جنوب تهران احداث کنید، یه چیزی حدود 30-40 میلیارد دلار برای شما هزینه داشت. ببینید ما چه فرصت‌هایی رو داریم از دست میدیم. بعد مردم ما هر روز دارن فقیرتر میشن. سوالشون میگن پیامک دادن مردم داره قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه. اینها با هم دیگه نمیخونه. یه جای کار میلنگه. کجا داره میلنگه؟ ما داریم ارز رو با همین سیاست جلوی چشم شماست مردم ایران. این سیاست هایی که ما اجرا کردیم در این 53 سال حاصلش همین وضعیتی است که دارید میبینید. اگرم تغییر نکنیم، توبه نکنیم، تا 1000 سال دیگه هم بریم این سیاست همین وضعیت ادامه داره. ما 53 سال داریم پایین میریم. ما 53 سال داریم پایین. 53 سال طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشتیم. برنامه پریروز شما به نتیجه نرسیدید. غیر اینه هر کس یه چیزی میگه. یکی میگه نرخ، در مقاله من دیدم یکی از عزیزان، دوستان عزیزم، خیلی مایل بودم ایشونو امروز ببینم، کاملا صحبتشون درست بود، میگفتن مقاله فریدمن گفته که نرخ بهره باید صفر باشه، درست میگفتن. ولی دوست عزیز من چرا نمیگه که در همون مقاله فریدمن اومده که نرخ تورم منفی باشه؟ چرا نمیگه که در ادبیات اقتصاد هر وقت از نرخ بهره صحبت میکنن نرخ بهره واقعی رو مطرح میکنن، نه نرخ بهره اسمی رو؟ خب چرا اینا رو نمیگیم؟ من بارها شده در جلسات شرکت کردم، 10 تا اقتصاددان نشستن، یک نفر نیست تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی رو بدونه. خب اینا مشکلات ماست. ارجاع میدن به مقاله فریدمن، اون یکی ارجاع میده به مقاله سارجن والاس. خب اینها شما وقتی که غلط از اساس ما فهم درستی نگرفته باشیم و نپذیریم که اشتباه کردیم. من یه چیز رو خدمت شما عرض کنم بعد دارم سراغ مطالب ارزی. یک برنامه هست به نام عروج انسان، دی اسنت اف د من. من نمیخواستم اینو در سیمای ملی عرض کنم ولی الان عرض میکنم. این فردی که آقای برونوفسکی سوار هلیکوپتر بودشون، اونجور که میگن
و این هلیکوپتر دچار مشکل شد و داشت سقوط میکرد و ایشون نذر میکنه، میگه من اگر زنده ماندم یک برنامه‌ای درباره عروج انسان بنویسم، درباره که انسان چگونه انسان شد، انسان چگونه اینقدر پیشرفت کرد. دقیق میفرمایید؟ خب این یا تاریخ تحول بشر، تاریخ تفکر بشر رو میاد معرفی میکنه. یک جایی و این البته به فارسی هم ترجمه شد، قبل از انقلاب فیلم هم نمایش داده شده، الان هم در شبکه یوتیوب هست اگر دوستان خواستن ببینن، The Ascent of the Man، یک برنامه بی نظیره. متاسفانه در آخرین اپیزود که شبکه بی بی سی داشت پخش میکرد، هلیکوپتر، این چون سوار هلیکوپتر میشه، هلیکوپتر سقوط میکنه و ایشون فوت میشود. یک جایی رو حالا من بعداً وقتم رو به شما اختصاص میدم، ولی میخوام اینجا کلام منعقد بشه. یک جایی میاد میگه که یک تصویری اتفاق از کشور ما نشون میده، میگه این مردم یک زندگی 10,000 سال به همین نفت دارن زندگی میکنن. سوال اینه که آیا در 10,000 سال آینده زندگیشون تغییر میکنه یا نمیکنه؟ بعد به این نتیجه میرسه که تمدن جایی شکل میگیره که علامت سوال برای شما ایجاد میشه. شما اگر فکر میکنید این مصیبتی که امروز گرفتارش هستید، این کاهش قدرت خرید مردمی که اشاره فرمودند، اگر فکر میکنید تقدیر ما بوده و ما درش نقشی نداشتیم و انتخاب ما نبوده و انتخاب مسئولان ما نبوده و توصیه اقتصاددانان ما نبوده، قطعا اشتباه میکنید. تا وقتی که قبول نکنیم 53 سال مداوم تورم داشتیم، بدترین عملکرد سیاستگذاری پولی و سیاستگذاری ارزی رو در تاریخ بشر ما داشتیم، تا وقتی اینو قبول نکنیم نمیریم سراغ پاسخ. میگه اساس تمدن بر تفکر، بر سؤاله. سؤالی باید در ذهن قوم ایجاد بشه، ما باید تغییر کنیم، ما باید بپذیریم 53 سال خودمون داریم خودمون رو گول میزنیم. این واقعیت جامعه ماست. بخش عمده درآمد ارزی در طی 53 سال گذشته از کشور خارج شده. اینها واقعیت، این را بپذیرید. دقیق می‌فهمید؟ این هست که ما نتوانستیم فرودگاه بسازیم، نتوانستیم راه آهن بسازیم، نتوانستیم بندر بسازیم. ما با این درآمد ارزی میتوانستیم بهترین دانشجوها رو به بهترین دانشگاه‌های دنیا بفرستیم، همونطور که حتی در زمان جنگ این کارو می‌کردیم. سیاست ارزی زمان جنگو ببینید، عرض می‌کنم خدمت، سیاست ارزی زمان جنگو ببینید، به مراتب بهتر از الان بوده، به مراتب بهتر از الان بوده. کسانی که یادشون هست، حالا نسل تغییر کرده، جوانان خبر ندارن، ولی حتی در این حد ما دوچار تناقض نبودیم که امروز هستیم. اما اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، من عرض کردم مشکل از آنجا شروع شد که ما تعجیل در توسعه کردیم، درآمد ارزی رو در اختیار در واقع بانک، در واقع سازمان برنامه در اختیار بانک مرکزی قرار داد، ترازنامه بانک مرکزی به طور کلی تغییر کرد. دوستانی که به ترازنامه اشاره کردن، فکر کنم شما بودید آقای دکتر موحدی، درست عرض کردم، شما بودید که در این مورد اشاره فرمودید. ببینید اصلا چرا باید در ترازنامه بانک مرکزی ارز بنشیند؟ همین امروز من درس سیاست‌گذاری پولی مدرن همین رو توضیح میدادم. شما برید ترازنامه فدرال رزرو آمریکا رو ببینید، مطلقاً ارز نداره. مقدار ارز خارجی که در ترازنامه فدرال رزرو هست، در ترازنامه ECB هست، اگر برید چک کنید، من بعید میدونم، چک نکردم، ولی بعید میدونم به 1% برسه. به 1% هم نمیرسه. وظیفه بانک مرکزی ارز خریدن نیست. من بارها نه رئیس بانک مرکزی فعلی، رؤسای بانک مرکزی گذشته، وقتی سوال میکنم چرا شما سیاست گذاری پولی ندارید، چرا فلان مسئله درست جلو نمیره، چرا نظارت بانکی انجام نمیشه، میگن آقای حضرت رئیس وقت ندارن، دنبال سیاست ارزی هستن، بازار ارز مشکل داره. اصلا مگر بازار ارز در اختیار رئیس بانک مرکزی باید باشه؟ اصلا مگر بانک مرکزی باید دخالت کنه؟ بانک مرکزی چون در وظیفه خود که اعمال سیاست پولی شکست خورده، میره به سمت یک اسباب بازی، میره به سمت یک آب نبات چوبی که به مردم بگه من ارز رو تثبیت کردم. از کجا تثبیت کردی؟ از جیب مردم تثبیت کردی. این درآمد متعلق به شما نیست، این درآمد متعلق به مردمه. آقای دکتر سعدوندی، عذر میخوام از شما. آقای دکتر موحد، اعلام میکنین چند دقیقه گذشته؟ 9 دقیقه. بله، این همون کاگنیتیو بایاسی بود که عرض کردم خدمتتون. اگر اجازه بدید باقی دوستان هم صحبت کنن. باشه، من یه بار فقط به من 5 دقیقه فرصت بدید در مورد فکر می‌کنم شما تمام زمانتون رو صحبت کردید. بسه. کمی هم تو زمان دوستان رفتید، ولی صاحب وقت همون 4 نفرن. هم. خودتون با هم تصحیح. باشه. بفهمید. حالا من گفتم در رابطه با ارزی که ما تو کشور به دست میاریم، مخصوصا ارز حاصل از درآمدهای نفتی، سوالای خیلی مهمی وجود داره. من بعید میدونم که رئیس جمهور و تیمش بتونه به اون سوالا جواب بده. این سوالا رو بعد حاکمیت در واقع بهش جواب بده.
فرمودید ما مازاد درآمد ارزی داشتیم که حرف درستیه. خب این درآمد متعلق به دولته، متعلق به مردمه؟ نه، دولت به نمایندگی از مردم، ما بالاخره دولت رو، حاکمیت رو بالاخره نماینده مردم فرض میکنیم. حالا تا چه حد این فرض درسته یا غلطه اونو کاری نداره. میتونست همین فرمایشات شما رو انجام بده، یعنی بگه آقا من این ارزی که از فروش نفت به دست میارم رو یا صرف توسعه بنادر میکنم، صرف توسعه ناوگان ریلیمون میکنم، صرف آموزش میکنم. میتونست بگیم اینا فعالیت های زیربنایی زیرساختیه، من اگر اینها رو تقویت بکنم خب این باعث میشه که در واقع روی این زیرساختی که من میسازم یه اقتصاد قوی بنا بشه. میتونست اینجوری در واقع تصمیم گیری بکنه. یه سازمان برنامه‌ای داشتیم، گفتیم آقا یه بودجه ارزی بنویس، اینم فعالیت‌های توسعه‌ای، عمرانی و یه جور در واقع سرمایه‌گذاری دیگه، سرمایه‌گذاری عامل منفعه است که همه میتونن ازش چیکار بکنن، استفاده بکنن. این یه راه حلش بود که به حسب ظاهر حاکمیت، من باز دولت‌ها رو کاری ندارم چون نمی‌دونم تا چه اندازه دولت‌هاتون رو می‌ذارن. من بعد این عرض کنم خدمتتون، ببینید دولت ما برخوردش الان چیه؟ میگه ارز صادر کننده هم متعلق به حاکمیت، نه متعلق به خودش، نه متعلق به مردم. بله ببینید میتونه، اولا اینا سواله، اینا فاجعه است. ولی البته هیچ این ادعایی نمیشه، ولی دقیقاً بازار نیمه شما یک شرایطی باید مدیریت این 76% 76% واردات فولادمون کاهش پیدا کرده. چه کردیم؟ به واردات سوبسید دادیم از طریق بازار نیمه. غیر اینه آقای دکتر درست میفرمایند، یعنی نه فقط معلوم نیستش که با اون ارز حاصل از درآمدهای نفتی ما چیکار کردیم، که الان به نظر میسه دولت انقدر کمبود داره که داره دست اندازی میکنه به ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و اونم به نحوی فهم شما اینه دیگه. بله. متعلق به خودش میبینه. ببینید پس دولت میتونست درآمد نفت رو فقط بگذاره برای فعالیت‌های عمرانی و بگه که من کاری هم بازار ارز ندارم، اون بازار ارز بر اساس همون درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی تنظیم بشه دیگه، هر نرخی میتونه توش به وجود بیاد. میگه من کاری ندارم، من این ارز رو براش مصارف مشخصی دارم، میتونم اونجا استفاده بکنم. این سوال خیلی مهمیه، من عرض کردم خدمتتون، ولی نمیدونم واقعا این کاندیداهایی که الان مطرح هستن میتونن به این سوال پاسخ بدن، یا این سوال باید فراتر از دولت بحث بشه و در این مورد ما به چی برسیم، به یه جنبندی برسیم. من نکته بعدی این بود که خب حالا دولت ما تصمیم گرفته که این درآمد ارزی رو بیاره صرف هزینه‌های ریالیش بکنه. یعنی چی؟ یعنی درآمد مالیاتیش کم بوده و هر دلیلی کسری داشته، این کسری رو یه بخشیشو گفته من چیکار میکنم، ارزه رو میارم میدم دست مردم، به مردم میفروشم و هر چی که بده، هر ریالی که به دست آوردم اینو میبرم توی بودجه صرف هزینه های چی میکنم، هزینه ریالی میکنم. بعد یهو دیده که یه جاهایی در واقع یه کمبودهایی ایجاد شده، چون ما یه چیزایی رو به خارج وابسته ایم دیگه، و اومده گفته آقا من این ارزی رو که میخوام به مردم بدم رو همینجوری هم در اختیار همه قرار نمیدم، اومده دستبندی کرده، طبقه بندی کرده، گفته که با یه نرخی که تعیین کرده مثلا 28500 اینو میدم به اونهایی که میخوان کالای اساسی وارد بکنن، با بعد اومده یه لایه بالاتر که کالاهای در واقع در لحاظ ضرورت در سطح پایین تری قرار میگیره، گفته این رو من با نرخ 4200 و نه فقط ارز دولتی که همونطور که شما فرمودید ارز صادرات غیر نفتی رو هم مجبور میکنه که وارد اون در واقع سامانه نیما بشه، چون 28500 هم خودش داره در واقع تامین میکنه. به هر حال این ساختار رو، این ساختار رو ما در طول زمان بهش رسیدیم آقای دکتر سربندی عزیز. ما الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که این ساختار اصلا ساختار درستی هست یا نیست. درست
من نخواستم وارد این بحثایی بشم که احتمالاً یک رئیس جمهور نمیتونه بهش پاسخ بده، ولی یه نکته چیزی رو یه رئیس جمهور میتونه به نظرم در موردش تصمیم گیری بکنه. گفتم از اونجا شروع بکنه که هیچکدوم از دوستانم جواب ندادن. من این سوالو مطرح میکنم دیگه بقیه دوستان صحبت بکنه، و اون این بود که رئیس جمهوری که فردا زمام قوه مجریه رو در اختیار میگیره میتونه تصمیم بگیره که این نظام چند نرخی ارز رو ادامه بده یا به سمت یک رژیم تک نرخی حرکت بکنه. حالا اگر در واقع ما این سوال رو بتونیم جواب بدیم که این رژیم چند نرخی رژیم مناسب تری یا رژیم تک نرخی، بعد یه سوال دیگه این مطرح میشه که اگر فرض بکنیم پاسخ سوال این بود که رژیم تک نرخی مناسبه، اون موقع سوال پیش میاد که این رژیم تک نرخی باید یه رژیم پگ باشه، درست شد؟ شما نرخ ارزتون رو فیکس بکنید، پگ بکنید به یه نرخی، یا یه رژیم در واقع شناور مدیریت شده. برای من سوال اولی که الان مطرحه یا شناور یا به تو کامل شناور، ولی اون مسئله‌ای که وجود داره اینه که ببینید ما الان رئیس جمهور بعدی باید راجع به این قضیه به نظر من فکر بکنه که آیا این نظام چند نرخی ارز رو میخواد ادامه بده یا نمیخواد ادامه بده. احسنت. خدمت شما عرض بکنم که من میخواد به همین در واقع پاسخ به همین سوال بسیار مهمی که شما فرمودید و دغدغه کنونی ما، یعنی دغدغه بسیاری از اقتصاد خونده ها و نخونده ها در این عرصه اینه که ما در واقع مواجهمون با پدیده ارز باید چه باشد، چگونه باید این رو مدیریت بکنیم. خب مازاد درآمدهای نفتی اقتصاد کشور ما رو به گونه ای در واقع اصطلاحاً عادت داده که فقدان این درآمدها در برهه‌هایی باعث بروز شوک‌ها شده، شوک‌هایی که به جهت اینکه نرخ ارز لنگر اسمی شده، این شوک‌ها در سایر متغیرهای اقتصادی خودشو داره نشون میده. این اتفاق عملاً شرایطی رو به وجود آورده که حکمرانان ما برای مدیریت این دست به دامان تثبیت قیمت ارز شدند. چرا؟ چون اگر این قرار بود رها بشه مشکلاتی رو ایجاد میکرد، اگر قرار بوده شناور باشه مشکلاتی رو ایجاد میکرد. این سیستمی که الان داریم شما اسمش میزنید سیستم تثبیت نرخ؟ نه من این سیستم چند نرخیه من به نظر اصلا نمیشه اسمش رو گذاشت سیستم تثبیت. الان همین نکته رو میخوام توضیح بدم. نه بله قبول دارم، نه من از دفاع نمی کنم از این سیستم، از این شیوه حکمرانی ارز نمیخوام دفاع بکنم. من میخوام بگم که یه جایی ما باید یه دورخیزی میکردیم برای اینکه آدم از یه چه میدونم یه جوی آبی بخواد بپره، یه دورخیزی میکنه و باید اون دورخیز رو انجام بده که از این جوی بپره. اگر اون بیاد و لب جوی بیسته، اگر بخواد بپرم میفته توی جوی آب. من این نکته رو میخوام اشاره بکنم که الان نمیخوام از این وضعیت به طور کلی از این حکمرانی دفاع بکنم، از این حکمرانی ارضی دفاع بکنم، اما میخوام به این نکته اشاره بکنم که فقدان، یعنی لزوماً راه حل ما موقعی که میرسیم به لب جوی آب به این معنی نیستش که حالا بریم سراغ یک حکمرانی در واقع مدیریت اصطلاحاً شناور ارض. این رو میخوام منکرش بشم، اما میخوام بگم چه اتفاقاتی داره میفته. ما موقعی که دچار بعضن به واسطه شوکهای در واقع شوکهای نفتی دچار شوک ارزی میشیم یا شوکهای سیاسی شوکهای ارزی رو برای ما در واقع اصطلاحا برمغان میاره، حالا لازمش اینه با تغییر اتفاقاتی که در عرصه اقتصاد از جهت بازدهی، از جهت در واقع اون تصورات بازدهی انتظاری، تورم انتظاری و همه این اتفاقات افتاده، حالا یه حجمه‌ای و یه حرکتی به سمت یه اتفاقاتی میفته که اون اتفاقا صدمه میزنه به نرخ ارز و این رو تشدید میکنه. اون اتفاقات چی هست؟ مثلا یکی از موارد هزینه فرصت
این موقعی که این بازدهی اقتصادی تغییر پیدا میکنه، یکی از مشکلات بالا رفتن هزینه فرصت فعالیت‌های مولده. شما دیگه فعالیت مولد انجام نمیدی، میری سراغ سوداگری و سفته بازی. این سوداگری و سفته بازی از این جهت شکل میگیره. نقدینگی خواهی، شما نقدینگی میخوای برای اینکه بتونی یه ملکی بخری، یه زمینی بخری، یه خودروی بخری، خودتو حفظ بکنی. تو این وسط در واقع اون مورال هزارد و ادرس سلکشنی که در بانک به وجود میاد، اون اصطلاحاً کجمنشی و کجگزینی که بانک در واقع اتفاق میفته، کجمنشی از این سمت، کجگزینی از سمت در واقع بانک اتفاق میفته و موجب میشه که این تخصیص ها به درستی هم انجام نگیره. اما چه اتفاقی بدتر میکنه؟ که این بازار دو تا بازار میشه، میشه یه بازار رسمی که شما هر چقدر این رو صفر در بگیری این کوچکتر، نحیفتر و غیر مدیریت شده تر میشه، و یک بازار غیر رسمی بسیار در واقع بزرگ که این بازار غیر رسمی بزرگ میتونه تحت شعاع قرار بده. چه چیزی رو؟ که این بازار غیر رسمی میتونه رهبری بکنه، رهبری قیمت رو میتونه انجام بده. پس بنابراین در این حوزه اتفاقی که داره رقم میخوره، بازار غیر رسمی ما داره بزرگ و بزرگتر میشه و رهبری. به خاطر همینه که اگه بازار مدیریت در واقع شناور، در واقع رژیم شناور مدیریت شده نباشه و صرفا شناور باشه، شما هیچ موقع نمیتونی یعنی کماکان هر نقطه‌ای که بیستی یک نرخ ارز ترجیحی شکل میگیره، نرخ در واقع بازار رسمی که هدایت میکنه، بازدهی انتظاری رو داره شکل بهش میده، دوباره این رو در واقع شوک بهش میده و عملا هیچ موقع متوقف نمیشه تا موقعی که این اقتصاد کلپس میکنه. اما روسیه تو نیست، روسیه نه. شما ببینید روسیه وضعیتش روسیه تحریم نه، روسیه احسن. ما که در مورد آمریکا همین رو میخوام تو یه دقیقه میخوام اینو عرض بکنم و خدمتتون در واقع شاید نرسیم، ولی روسیه مثل ما وضعیت ثبت اطلاعات دارایی های رسمیش از جمله ملک، خودرو، ارز، سکه، دلار و امثال اینها بیدر و پیکر نیست. ما داریم از سکه به مثابه شمش استاندارد داریم استفاده میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، چون بازار ارز رو امنیتی کردین، مردم بدبخت رفتن سکه خریدن. آها نه اصلا مردم رو ما به ازای قرار بدیم، مرتب ما به ازای ثبت کنید که ما میخوایم مالیات بگیریم. ما به ازای اساسا ما به ازای برای اینو نباید باشه، ما به ازای نباید باشه. شما برای که میگم اون تقویت حکمرانی ریاله برای اینه که یه بسته و یه پکه که شما اولا باید بری سراغ در واقع اینکه این شرایط رو برای کنترل کامل نظام ارزی و میزان ارزت باید داشته باشی. نظام بودجه ریزی، اون تفکیک در واقع بودجه ریزی ارزی ریالی که شما روش تاکید دارید، اتفاقا من هم روش تاکید دارم که اونم باید اتفاق بیفته. اینکه انطباق استراتژی توسعه تجاری شما با توسعه در واقع با نظام ارزی شما باید روی هم بیفته. چرا روی هم نمیفته؟ ما چقدر مبادی وارداتی داریم از چند کشور؟ موادی صادراتی متنوع و بخشیمون به چه شکله؟ بعد نظام رفاهی، ما قبل از اینکه بریم سراغ نظام و عملا شرایط نظام ارزیمون رو بخوام تکی که 3 دقیقه تمام این نظام رفاهی رو هم گفتم اشاره بکنم که فقط این پک یه بسته است، یه پکه که شاید تو این مدت نشه. فقط این دکتر خدمت شما عرض کنم، این نکته که فرمودن در آخر، من تو یک جلسه به تو مهمان بودم در یک جلسه سیاست گذاری، گفتن که پاکستان حاضر با ما تجارتو گسترش بده، گفتن بانک ایرانی حاضر نشد بره تو پاکستان حساب باز کنه. ما عادت ما یا میخواییم تو بانک ایرانی اون تو لندن شعبه داشته باشه که یه خانواده بفرستیم اونجا خوش بگذره، یا در دبی. اما استراتژی تجاری، خب استراتژی ارزی، ما خودمون شرایط رو بردیم به سمت باخت. خیلی متشکرم. بسیار عالی. من از دوربین سگ کمک بگیرم یه سه تا نمودار نشون بدم، ممنون میشم. به قول اون علمای اهل فن، ما سالها و در تاریخ برنامه‌ریزی همیشه به دولت‌ها نقد می‌کنیم، ولی هیچ کشور بی دولتی که نداشتیم. شما امکانات خوبی دارید دیگه، همینه دیگه. دسترسی به آمار هم دارید. به دقیقه به حال ما در استضعاف کامل صحبت می‌کنیم. نگاه کنید من این سهم مخارج دولت از درآمد اقتصادی، ما همه چی رو با جهان، انرژی رو فقط با جهان یاد گرفتیم مقایسه کنیم، بقیه جاها رو ول کردیم دیگه. نگاه کنید سال 92 سهم مخارج دولت حدود 24% بوده از جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی، 99 شده حدود
به اصطلاح 12-13% و ایزن اگه 403 حساب کنیم دولتی دیگه تقریبا من میگم وجود نداره. اون چیزی که میگم شلختگی و ولنگاری و رهاسازی. میانگین جهان رو 26-27% اگر در کشورهای اروپا بگردیم اسکاندیناوی اینا میره تا 70%، تو امریکا 57%. سهم حقوق و دستمزد کارمندان، میخوام به این نتیجه برسم. نگاه کنید از درآمد اقتصادی کشور حدود 2.5% میانگینش حدود در کشور دنیا 8%، کشورهای از 5 قاره هم هست، میتونید ببینید همه نوع هست. و اینم سهم دولت از اقتصاد ایران، هزینه مصرف نهایی اون دولت مندرسه که من تشریح کردم. خب چرا اینو گفتم؟ یه زمانی شما این پازل منو به نظرم دوستان یه مقدار باید روش بیشتر تمرکز کنن. یه زمانی دولت بود نفت صادر میکرد، اومد وزنه سنگینی هم برداشت به نام برنامه جامع، برنامه جامعی که هم انتظارات همه رو بالا برد، به اصطلاح فقدان اولویت ها نداشتیم، یعنی با همه کاری قرار بود بکنیم. خب تقریبا به گل نشستیم. مطالعات نشون میده که برنامه های پنجم ما دیگه همه میگن 30%، نه 25% هم بیشتر اجرایی نشده. یه جای کار میلنگه آقای سعدوندی، میگه کجا میلنگه؟ من دارم اونجا رو اون جعبه سیاه رو براش باز میکنه. بله یه جای کار هم نظر آقای نه یه جای کار میلنگه. اون دولت عقب نشینی کرده در مقابل بخش خاکستری خصوصی نهادها. بسیار اینو هم دولت هر روز داره قبل نشینی میکنه. دولت باید تقویت بشه. اون بندی که جناب آقای علیانی در پایان شب سوم هستیم دیگه، در دولت 14 ما منتظر آقای قلی‌زاده رفت به عرض نیستن تو بحثش. جناب آقای دکتر سعدوندی اونجا هستن، شما هستید. دولت شایسته دولتی وجود نداره. نگاه کنید در ببخشید اینا هر دو کنم 10 دقیقه دولت جدایی سنگینی انجام میشه، اختیار دولتی میره به دولتی، حالا نمیشه گفت دولت سایه، میره به سمت اولیگارشی، دکمه چاپ پول هم از دست دولت خارج میشه. بنابراین به خاطر همین میگم دولتی وجود نداره. اجازه بدید من بحثمو تموم کنم. ببینید راهکارهای جهانی سازی بسیار، ما تو رسانه‌ها با جناب عالی هم مثلا تو شبکه افق نشستیم، تو موبایل که از خودمون بارها همدیگه رو دیدیم، تو دانشگاه‌های زیادی. ببینید بینندگان عزیز، من 7 راهکار برای رفع جهانی سازی و سمزدایی از اقتصاد ایران و دلارزدایی از اقتصاد ایران دارم پیشنهاد میدم. دوستان ما غیر از تحمیل قیمت جهانی به مردم منتظرم که یک پیشنهاد دیگری هم بدن. اجازه بدید آقای اشتر سرمانی، وقتم داره تموم میشه، من تموم نمیتونم. ببینید یک، ما باید اینو، من نمیگم کدومش درست های دکتر ندری، 7 روش پیشنهاد میدم. اصلا ما نفهمیم شما نظام چند نرخی رو تایید میکنید یا نمیکنید. نظام نرخ مدیریت شناور شده به نظر این من چند نرخی فعلی رو، ولی چیزی که اتفاق افتاده نظام ولنگاری عرضه. 545 و نمیدونم اینجور چندی نرخ رو در واقع تایید میکنید. دوستانی که در بحث رسانه مردم میدونن نظر ما روشون زیاد نمیشیم، سری دیگه میرم رو راهکار که اون شب آخر هم هست. یک، در حوزه جهانی سازی منابع ملی طبیعی، یک، برگشت به روابط مالی سالهای قبل از 86، یک. دو، محاسبات مهمترین کالای اساسی مردم و حاملهای انرژی بر اساس بهای تمام شده و حاکمیت ریال در جمهوری اسلامی، برگشت به اون مسیر صحیح قانونی است که شما میگید که بانک مرکزی ول کنه با عرض شده همین از لحاظ شما آقای صدوانی ول کنیم دیگه، مردم هم سوختن سوختن، یه عده سرمایه‌دار اینجا هر چی هر کاری کردن کردن. نه نگاه کنید سه بالا چرا دارید فرار سرمایه شما که اصلا بالاتر بوده 1500 میلیارد دلار فقط تو 20 سال ما دادیم رفت دوربین میگیره. بس سه، برنامه‌ریزی تخصیصی به دلیل انحصاری بودن تولید کننده انرژی در ایران، اینم یک پیشنهاده، بشینیم بعدش فکر کنیم هر کدومش ترم تحصیلی اینو به نظر من. چهار، رشد قیمت حامل های انرژی بر اساس نرخ تورمه، ما باید به این مردم رحم کنیم، ننشستیم دور میز داریم منافع کیو تنبیه میکنیم ما. پنج دلار، آقای دکتر ندری به پالایشگاه نفت میدیم دلار کاغذی ازش میگیرم، اینم یه پیشنهاد ها، پالایشگاه تمام محصولاتش رو هر کاری میخواهد بکند، من دولت موظفم بنزین مردم رو تامین میکنم، تمام. اگر خواستید محاسباتشو خواهم گفت که چه اتفاقی میفته. بس 5-6، اگر هزینه های مردم به دلاره، مسکن که به دلار نمودارش رو دادیم، مرغ که به دلاره، نفتش و حامل های انرژی و گازش که به دلار، فشار سنگینی هم به سمت افزایش این قیمت هاست، اگر همه چیز هزینه دلاری، مردم درآمد شما دلاری بشه، مردم دارن نفله میشن. دیروز 62% حساب کردم درآمد مردم کاهش میگیره. 7 واگذاری سهام شرکت ملی نفت و گاز به مردم، به معنای واقعی به مردم، نه چیزی به نام خصولتی و رانتی و اولیگارشی و نفهمیدیم. خود مقام معظم رهبری فرمودن که در واگذاری ها 50% انحراف ایجاد شده. این پاسخ من به اون چیزی که سالها در بردش قلم میزنم و سالها دوستان های سربازی میگن اینا فقط حرف میزنن. ما حرف نمیزنیم، ما راهکار داریم. بنابراین
از دولت 14 هم از دولت 14 هم انتظار میره. من 5 دقیقه صحبت کردم دارم خودم گرفتم، بذارید من 1 دقیقه دیگه صحبت کنم اجازه بدید، چون دوباره بیشتر نمونده اشکال نداره. من 2 دقیقه و نیم بنابراین از دولت 14 هم توقف واگذاری انتظار میره، توقف جهانی سازی انتظار میره. جناب آقای قلی زاده، جناب آقای قلی زاده قرار بگیرید. آقای قلی زاده عزیز، امشب به هیچ وجه وقت اضافه نخواهیم داشت، شما الان تو وقت دوستان هستین. 6 دقیقه صحبت کردم بفرمایید، 6 دقیقه باقی. 1 دقیقه من همه 6 دقیقه صحبت کردم، خدا شاهد. نه آقای قلی زاده، من این چیزو خدمت عرض کنم. ببینید آقا، فساد هست در این کشور. ما اگر بخوایم افراد رو محکوم بکنیم، بالاخره کسی که مثل بنده شما گفتی ارز ترجیح هست بشه 0.5% تورم داره، ما که نمیخوام اینجا بحثو بگیریم که حالا شروع شد. ارز ترجیحی یا ارزهای چند نرخی که شما دارید فقط دزدیه، حذف دزدی به تورم نمی انجامد. شما حذف مهمه. نخیر اجازه بدید عرض میکنم. بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید چه کار کردید؟ ارز 4200 حذف کردید، دزدی 4200 حذف کردید، بلا فاصله گفتید که بنگاه به سرمایه در گردش احتیاج داره. گفتن بنگاه به سرمایه در گردش احتیاج. من خاطرم هست تو یک جلسه بود که اقتصاددان اساتید اقتصاد بودن، بنده بودم، آقای دکتر ندری هم بودن. آقای دکتر ندری گفتن آقا انتظارات تورمی بالاست، این کارو بکنید مشکل به وجود میاد. بنده عرض کردم آقا این راهکار مشکلی نداره، ارز 4200 شما میخوای حذف کنی، باید قبلش برای انتظارات تورمی چاره بیاندیشی، باید سیاست انقباضی پولی رو شروع کنی. برداشت بنده این بود. بله نه، شما رفتی ارز 4200 حذف کردی، بلافاصله شروع کردی پول چاپ کردن، بعد میگی نقدینگی عامل تورم نیست. خب تو پول چاپ کردی، تو به خاطر نه فقط پول چاپ کردی، تو نظام بانکی رو متزلزل کردی، باعث شدی شبه پول وارد پول بشه. اشاره نمی‌کنم به چه دلیل این کارو کردید، گفتید فلان فرد افراد اگر که مشکلی داشته باشن ما حساب بانکیشون رو مصادره می‌کنیم، ما حساب بانکیشون رو می‌بندیم. خب این باعث شد، این باعث شد چی شد؟ این باعث چی شد؟ باعث شد که شبه پول به سمت پول بیاد، پول بره به سمت بازار ارز، بازار ارز بشه لنگر اسمی، لنگر اسمی تورم دیگه. خب شما اومدی ارز 4200 حذف کردی، حمایت هم شدی از طرف افرادی مثل بنده، بندم که هیچ نقش اجرایی تو این کشور که ندارم، که حمایت هم شدی، به بدترین نحو عمل کردی. سالیان ساله میگن تولید نیاز به سرمایه در گردش داره. کی گفته تولید نیاز به سرمایه در گردش داره؟ 70% کل منابع بانکی رو شما در اختیار احتکار قرار میدی، بعد میگی احتکار غیر شرعیه. خب این سیاست گذاری شما بوده، سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی بوده آقای موحدی. من اطلاع دقیق دارم. سیاست گذاری بود آقا. سیاست گذاری این رو نمیگه، اما کسانی که یه چنین تعبیری از این سیاست گذاری میکنند غلط این رو فهم میکنند. میدونید چرا آقای موحدی عزیز؟ ما کار خروج از این رو میخوام. میدونید چرا در دنیا تأکید شد بانک مرکزی روسیه درست سال 2014 بعد از اینکه تحریم اعمال میشه نظام ارزی روسیه را از شناور مدیریت شده به شناور تغییر میده؟ چون میگه اگر شما واقعا بنا داشته باشی تورم رو کنترل کنی، نه اینکه برای مردم توجیه کنی، نه اینکه کلاه سر مردم بخوای بذاری، اگر واقعا بخوای تورم رو کنترل کنی باید سیاست گذاری پولیت رو از محل هدف گذاری نرخ بهره رشد بدی، باید این رو تقویت کنی، باید سیاست، باید اعتبار رو به بانک مرکزی برگردانی. بانک مرکزی با دو هدف نمیتواند با یک وسیله دو هدف این رو، این مشروط به اینه که لنگر اسمی ما نرخ ارزه لنگر اسمی نباشه. مطلقاً چنین چیزی نیست. نه خیر، مطلقاً چنین چیزی، من اطلاع دارم آقا، اصلا کار من هست. بنده اینا رو که خدمت شما عرض میکنم خودم با گوشهای خودم از پروفسور ماندل استاد اول سیاست‌های ارزی در دنیا. دو دقیقه باقی برای آقای دکتر. پروفسور ماندل من شنیدم، چو دقت می‌فرمایید اون سیاست تثبیت آقای دکتر عرض کردن فرمودن اون سیاست ارزی تثبیتی که مثلا امارات انجام میده، بنده هیچ گونه مخالفتی با اون ندارم. بانک مرکزی امارات سیاست گذاری پولی رو به بانک مرکزی امریکا احاله داده، سیاست گذاری ارزی رو با تثبیت ارز انجام داده. آیا شما میخواید که سیاست گذاری پولی کشور رو به فدرال رزرو امریکا تخصیص بدید بعد اسمت حکمرانی ریال بزنید؟ اصلا امکان نداره چنین چیزی. آقای دکتر من خیلی از شما شرمنده. خواهش میکنم، آخه واقعا تو یه دقیقه حتما آقای موحدی راهکار هم میخوان دیگه. بله، من فقط میخوام خدمتون عرض بکنم که من با رژیم رژیم چند نرخی عرض به نظرم رژیم تخصیص دستوری عرض، اصلا اینو اسمشو نمیتونیم بذاریم تثبیت نرخ عرض. شما دارید عرض رو به صورت دستوری با نرخ‌های مختلف در واقع تخصیص هبه میکنید. توش فساد هست، رانت هست. ما باید به سمت رژیم
تک نرخی حرکت می‌کنیم. توصیه من به دولت آتی، اما چگونه آقای علیانی راهکارش رو دیگه توی یه دقیقه نمیشه توضیح. نه تا هر زمانی که زمان هست زمان مال شماست. خواهش می‌کنم. ببینید قطعاً اصلا قیاس با روسیه به نظرم قیاس ملفارق، اونا که رژیم چند نرخی نداشتن که. ما یه در واقع سیستم برنامه ریزی دستوری مبتنی بر نرخ‌های مختلف رو به وجود آوردیم، اقتصادمون به این عادت کرده، بدیهی حذف کردن این یک شبه امکان پذیر نیست. این ما میفهمیم، آقای دکتر درست میفهمه، باید تیم اقتصادی کارآمدی بشینه برای حذف تدریجی این سیستم و حرکت به سمت سیستم تک نرخی، باید برنامه ریزی بکنه و شدنیه، به نظر من شدنیه. تبعات داره، بله تبعات داره، تبعاتش میشه به نظر من کنترل کرد. من ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم که بینندگان دست کم به پاسخ بعضی از سوالاتشون رسیده باشن. ما باز هم در خدمت شما هستیم. موضوع اقتصاد امشب به پایان رسید، با موضوعهای دیگری از فردا شب در خدمت شما هستیم. 3047 همچنان پیامک‌های شما توتیای دیدگان ما. سپاس از همتون، میسپارمتون به خدا و شبتون بخیر. سلام.